الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى سيدنا الطاهرين. همونطوری که برادران و خواهران حاضر در مجلس مستحضر هستید، ایشون تونستن در سن 5 سالگی کل قرآن رو حفظ کنن، البته با ترجمه، در کنار کتاب‌های روایی که من با ایشون کار کردم. معلومات ایشون یک سری برمیگرده به مطالبی که من به ایشون آموختم و بعضی از مطالب رو خود ایشون میدانن، مانند تکلم کردن با قرآن که کار سختی است و به حمد الله ایشون از اون جمله حفاظی هستن که با قرآن دائما چه در خونه چه در بیرون صحبت میکنن با آیات قرآن و به جا آیات رو به کار میبرن. از چیزهایی که من به ایشون یاد ندادم این است که اگر کلمه از قرآن کریم برایشون خونده بشه، ایشون میگن این کلمه در چه سوره وجود داره، جزء چندم هست، اول صفحه چه آیه نوشته شده، 5 صفحه بعدش چی نوشته، و اگر مشابه داشته باشه میگه در چه سوره هایی این آیه تکرار شده، مشابه لفظیش چیه، مشابه معنویش چیه. و این علومی است که من بهشون یاد ندادم. اما اون چیزی که من بهشون تعلیم دادم این بوده که ابتدا قبل از هر صفحه‌ای که حفظ بکنیم ترجمه آیات رو یه بار خوب برایشون میخوندم، توضیح میدادم در رابطه با ترجمه، و بعد روز بعد صفحه بعد. و طریقه ما هم این بود که برای هر کلمه از قرآن من اشاره با دست قرار دادم و هر اشاره متضمن یک کلمه بود و سعی کردم اشارات جوری باشه که متضمن معنا هم باشن. با همین روش بنده 3 سال با ایشون کار کردم. از سن 2 سال و 4 ماهگی شروع کردیم و هنگامی که 5 سال و نیمشون بود کل قرآن کریم رو الحمدلله حفظ کردم. برادران عزیز میتونن اینطوری سوال بکنن از ایشون، آیه رو تلاوت کنن، بگن این در ایشون میفهمن که در چه سوره هست، در چه جزئی هست، صفحه چندم سوره هست، ابتدای صفحه چی نوشته، و صفحات بعدش هم حتی میتونن بگن یا این کلمه در چه سوره یا این جمله در چه سوره. و اگر معنی آیه خونده بشه ایشون آیهش رو میخونن، یعنی شما ترجمه فارسیشو میخونید و ایشون آیهشو میخونن، یا اینکه بفهمید در رابطه با این موضوع چه آیاتی در قرآن وجود داره، ایشون اون چی که از آیات درباره اون موضوع وجود داشته باشه تا اون مقدار که ذهنشون اجازه بده آیات رو پشت سر هم میگن در چه سوره جزء چندمه و اون قسمت مناسب رو تلاوت میکنن. و به حمد الله ایشون بعد از مرحله حفظ الفاظ قرآن مرحله دوم رو هم طی کردن که معانی و مفاهیم قرآن کریم باشه که انشالله سوال خواهید کرد و انشالله ایشون هم جواب خواهند داد. خب سلامات میکنم.
الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وآتيناه الحكم صبيا. چه سوره ایه؟ سوره مریم. جزء چندمه؟ 16. صفحه چندم سوره مریمه؟ اول. صفحه اول. وآتيناه الحكم صبيا یعنی چه؟ و ما به او دادیم حکم رو در اون زمانی که تو گهواره بود. بله احسنتم. شما چند آیه بعد از این رو تلاوت کنید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و آتیناه الحکم. بسم الله الرحمن الرحیم و آتیناه الحکم صبیا و حنانا من لدنا و زکاتا و کان تقیا و برا بوالدیه و لم یکن جبارا عصیا و سلام علیه یوم یولد يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. أحسنتم بارك الله فيك. أحسنتم. در یه جای قرآن داره که در رابطه با حضرت عیسی علیه السلام هست که می‌فرماید که با مردم صحبت می‌کرد مانند یک مرد کامل. در چه سوره‌ای هست؟ و صحبت می‌کرد با مردم. کلمه کهلا هم داره و کهلا و کلم الناس فی المهد و کهلا و من الصالحین. چه سوره ایه؟ آل عمران. جزء چندومه؟ چهارم. چهارم. احسنتم. احسنتم. خب در خدمت دیگر اساتید و سروران هستیم. بسم الله. امشب شبی است در مکه مکرمه و سرزمین نزول وحیه. 1400 اندی سال قبل که قرآن کریم توسط امین وحی حضرت جبرائیل علیه السلام بر قلب نازنین پیامبر بزرگوار و سید الاولاک نازل می شد، کم نبودند دشمنان رذلی که هرگز نمی پنداشتند چنین روزی خواهد رسید و در این سرزمین مقدس یکی از فرزندان همان پیامبر اینگونه در ارتباط با قرآن اعجاز می کند. در خدمت عزیزان و بزرگوار دیگر هستیم. بسم الله.